نقد و بررسی بازی کاغذهای سفید. سلام سلام به همه شما بازینگاریای عزیز، امیدوارم که خوشحال و سلامت و پر انرژی و مشتی و بامرام و خلاصه همه این چیزایی که گفتم باشید دیگه. توی این ویدیو قصد داریم تا بازی کاغذهای سفید که ساخته استودیوی دورنا گیمز رو برای شما بررسی بکنیم، پس قربون نگاهتون، در ادامه با بازینگار همراه باشید. داستان. اول بازی ما مأمور ساواکی رو میبینیم که زنگ دری رو زده و منتظره تو صابخونه بیاد. بعد باز شدن در، شخصیت اصلی بازی که یه پسر نوجوانه رو میبینیم که توسط مأمور ساواک کتک میخوره. پسر نوجوانه بر اثر ضربه بیهوش میشه و مأمور ساواک پدر شخصیت اصلی داستان رو دستگیر میکنه. بازی از جایی شروع میشه که پسر نوجوان داستان ما بهوش اومده و برای نجات پدرش دست به کار میشه. داستان بازی تو سطح بسیار خوبی قرار داره و به عبارتی سازندگان داستان غیر واقعی خودشون رو توی بستر واقعی قرار دادن که این مورد به جذابیت داستان بازی اضافه میکنه. گیم پلی. توی این بخش سازنده‌ها سیستم ساده‌ای پیاده کردن که بجز دکمه راه رفتن، پریدن و دکمه تعامل با اشیا چیز دیگه‌ای وجود نداره و چیز دیگه‌ای جز اینم انتظار نمی‌رفت. همین سادگی گیم پلی خوبه، ولی چند تا باگ ریز داره که کارو خراب کرده که امیدواریم برطرف بشه دیگه. مراحل بازی هم خوب و متنوعه و به هیچ وجه هم خسته کننده نیست. در طول مراحل مردم انقلابی و گارد شاهنشاهی رو می‌بینیم که با هم به مبارزه می‌پردازن، پس در نتیجه این مورد می‌تونه روایتگر خوبی از انقلاب 57 باشه. نکته دیگه که توی یکی از مراحل وجود داشت، چسبوندن اعلامیه‌های ممنوعه روی دیواراست که برای خودم خیلی جالب بود انصافاً. البته توی یکی از مراحل بازی شما در نقش مأمور ساواک باید رانندگی کنید که به جرئت می‌تونم بگم این بخش افتضاح بود، چون شما نمیتونستید موانعی که جلوی راهتون بود رو ببینید که در نتیجه با موانع برخورد میکردید و گیم اوور میشدید. در کل بخش گیم پلی بازی ساده است و اگه نکات منفی مثل وجود چند باگ ریز و بخش رانندگی بهینه بشن دیگه مشکلی نداره. طراحی و گرافیک. همونطور که انتظار میرفت سازندگان توی این بخش ساده عمل کردن، ولی این به معنای این نیست که بازی گرافیک خوبی نداره. سازنده با طراحی فانتزی و کارتونی محیط به نظر خودم کار جذابی انجام دادن. مدل سازی شخصیت اصلی، مأمور ساواک، روحانی، گارد شاهنشاهی همه به خوبی انجام شده و در بحث طراحی محیط سازنده ها از محیط واقعی شهر ارومیه استفاده کردن، طوری که وقتی نزدیک این مکان ها میشید با فعال شدن دکمه میتونید به اطلاعات مربوط به اون مکان دسترسی داشته باشید. در کل این بخش راضی کننده است. موسیقی و صداگذاری. تنها موسیقی که توی بازی استفاده شده موسیقی با نوای استاد محمد نوری هستش که در بخش منو به گوش میرسه. این مورد برای بخش موسیقی یه نکته منفی محسوب میشه. چرا؟ چون یه بازی خوب باید تمام بخشاش محصول خود سازنده باشه، نه اینکه از موسیقی آماده استفاده بشه. تو بخش صداگذاری هم سازنده‌ها دیالوگی برای شخصیت‌ها در نظر نگرفتن، ولی در عوض با استفاده از حرکت شخصیت‌ها تونستن مفهومو به بازیکن برسونن. صدای سلاح‌ها هم خوب کار شده انصافاً، مخصوصاً صدای گلنگدن اسلحه که وقتی دشمن شما رو می‌بینه این صدا رو می‌شنوید. در کل عملکرد این بخش متوسطه و بازیکن‌ها رو اذیت نمی‌کنه. عنوان کاغذهای سفید در تلاش تا با سبک و سیاق خاص خودش روایتی کوچیک از انقلاب اسلامی سال 57 داشته باشه، پس باید گفت که در این راه تا حدودی موفق شده، اما نه کامل، چون با وجود پاره ای از مشکلات مثل باگ، بهینه نبودن قسمت رانندگی و موسیقی، از ماندگار شدن این اثر جلوگیری میکنه. در کل اگه دنبال داستانی کوتاه اما جذاب هستید، بازی کاغذهای سفید میتونه شما رو راضی نگه داره. ممنونم از اینکه ویدیو ما رو تماشا کردین. شما میتونید نقد کامل این بازی رو از طریق لینکی که توی توضیحات گذاشتیم بخونید. راستی برای اطلاع از اخبار بازی‌های ایرانی و منطقه منا میتونید ما رو توی شبکه‌های اجتماعی با آدرس @بازینگار دنبال کنید.